از همین شهر هلند با ماست آقای گلریز. علی رغم تهدیدهای وزارت اطلاعات و هشدارهای آیت الله خامنه ای، کماکان این اعتراضات دست کم در چند شهر ادامه دارد. آیا فکر میکنید که حاکمیت موفق خواهد شد به سرکوب این اعتراضات؟ درود بر شما و ایرانیان عزیز. اجازه بدید من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم تسلیت بگم به بازماندگان کشتاری که در ایران انجام شده. همونجور که شما هم گفتید حداقل 10 کشته بوده در سیرجان، در اصفهان، در شیراز، در شهریار، خرمشهر، جوانرود، مریوان و بهبهان حداقل، و بیش از 100 شهر و 1000 بازداشتی. و من تسلیت میکنم به مردم ایران و به بازماندگان این شهدای آزادی در راه آزادی، باعث تأسف واقعا. به گمان من جمهوری اسلامی با سخنرانی آقای خامنه ای به شدت ترسیده و نگران با قطع کردن اینترنت سراسری نشون داده که در یک شرایط بسیار خاصی در این 40 سال قرار داره. و اینی که حالا اگر این تظاهرات ها به نتیجه‌ای برسه به این معنا که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه، آیا این که این تظاهرات ها ادامه پیدا بکنه به این معنا که مردم و صنف های مختلف مثل بازار که الان اعتصاب کرده، مثل میدونید نیروهای انتظامی که جلوی مردم نایستند، باید بهش فرصت داد. ولی من فکر میکنم این گزاره که جمهوری اسلامی دیگه قابل اصلاح نیست و مردم شعارهایی که میدن در این دو روز در مقایسه با دی 96 بسیار رادیکال هست، نشون دهنده درجه آگاهی مردمی است که در شهرهای مختلف متوجه شدن دیگه جمهوری اسلامی امکان اینه که بتونه خواسته های اقتصادی و روزانهشون رو برآورده بکنه رو نداره، و این سراسیمگی رو در جمهوری اسلامی میشه دید، وگرنه اینترنت رو قطع نمی کردند. آقای گلریز با ما بمانید. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی هم به ما پیوسته. آقای صلواتی، آقای روحانی گفته که سه راه حل در پیش رو داشت دولتش، یا صادر کردن نفت که به دلیل تحریم ها غیر ممکنه، یا افزایش مالیات، یا کاهش یارانه و پرداختش به مردم، و وعده داده که فردا پرداخت این بسته های کمک مالی شروع خواهد شد. فکر میکنید این ممکنه آروم بکنه اعتراضاتو؟ خیلی بعید میدونم، برای اینکه ما همه میدونیم که یک تصمیم درست از سه جزء خیلی مهم برخوردار هستش. بخش اول تصمیم سازی و کارشناسی هستش، بخش دوم مشروعیت تصمیم گیر، و بخش سوم مقبولیت مجری. این تصمیم اخیر در مورد گرانی بنزین هیچ کدوم از این سه جزء رو نداشته، یعنی نه تصمیم کارشناسی بوده، تصمیم گرانی بنزین و دونرخی کردن بنزین به هیچ وجه کارشناسی نیستش. مرجع تصمیم گیر سران سه قوه یک مجموعه غیر قانونی هستش که به دستور رهبری تشکیل شده، و اون مجموعه اجازه تصمیم گیری فراقانونی رو قطعا طبق قانون اساسی نداره. و سومی بحث مجری این طرح هستش، و دولت دوم آقای روحانی من فکر نمی کنم که از هیچ آبرویی بین مردم برخوردار باشه که وقتی به مردم میگه که من این پول رو میارم سر سفره های مردم ازشون بپذیرن. من خیلی بعید میدونم. آقای گلریز، گزینه صادر کردن نفت که در واقع منوط به لغو تحریم ها بود، دست کم به نظر می اومد که از جمله گزینه های مطلوب حسن روحانی و دولتش هست. می کنید که به اندازه کافی تلاش کرد برای رسیدن به این گزینه؟ نه خیر، آقای روحانی فرصت تاریخی رو از دست داد در نیویورک برای اینه که دیدار بکنه با ترامپ و کوتاه بیاد جلوی این خواسته‌ای که الان دیگه خواسته جهانی هست، و این خواسته‌ای که خانم رحیم‌پور عملاً چیزی نمیخواد به جز اینی که جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک حکومت نرمالی بشه.
میدونید برنامه موشکی، برنامه نفوذی که در حال افول هست در خاورمیانه در بین شبه نظامیان شیعی. توجه بفرمایید که در روزی که ارتش اسرائیل در غزه احزاب اسلامی که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن مثل جبهه اسلامی رو مورد بمباران قرار میده و حماس خاموش هست، مردم در ایران شعار میدن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یا پول ما گم شده خرج فلسطین شده. این یه واقعیت امروز داخل ایران هست و جمهوری اسلامی دیگه با شعار و با این دوگانه بین اصلاح طلب و اصولگلا و میدونید صحبتهایی مثل صحبتهای روحانی در مورد اینی که من به من میخواست عکس بندازه در نیویورک ترامپ و من نخواستم و اینها، این مشکلات حل نمیشه. و برخلاف میهمان قبلی شما خانم روستایی که میگفتند امیدواره که خامنه ای مثل اتفاقی که در مورد شاه سابق افتاد و رژیم تغییر کرد، امیدواره که این اتفاق نیفته و رژیم تغییر نکنه، به نظر من اشتباهه، چون داره به اون سمت میره. جمهوری اسلامی امکان حل مشکلات مردم رو نداره و روحانی هم شخصیتی نیست که از شجاعت کافی برخوردار باشه که اون شانس رو که در نیویورک بود و مکرون خیلی سعی کرد که بشه یک راه حلی رو پیدا کرد برای اینکه مشکلات حل بشه، اون شانس رو از دست داده و به نظر نمیرسه که دیگه این شانس رو بتونه فعلا داشته باشه. به خاطر همین تمام این گزینه‌هایی که در روی میز هست، به جز خشونت، به جز شرور خواندن مردمی که دنبال حقوق خودشون هستند و در خیابون‌ها فقط سعی میکنن که از جمهوری اسلامی بخوان با آرامش، از نظامی ها بخوان که به مردم بپیوندند، جز برای این هم هیچ راه حلی نداره به جز سرکوب، کاری که در 40 سال گذشته انجام داده و این احتمالاً این سرکوب رو ادامه خواهد داد. بخاطر همین راه درازی در پیشه، ولی راهی که آیندهش مشخصه. ببینید خانم رحیم‌پور، مردم ایران در این 40 سال فقط کافیه که یک بار برنده بشند، در صورتی که جمهوری اسلامی باید هر بار موفق بشه در سرکوب مردم. در این راهبرد طبیعیه که جمهوری اسلامی نمیتونه موفق بشه، چون فقط کافی مردم یک بار موفق بشن برای اینه که بخوان به خواسته های خودشون برای آزادی و رسیدن به حاکمیت ملی خودشون به جای حاکمیت ولی فقیه دست پیدا بکنن. جمهوری اسلامی هر بار، هر نبرد، هر جنگی رو باید ببره. متشکرم از هر دوی شما، لطفاً با ما بمونید. صدای یکی از بیننده ها رو گوش کنیم که از حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر مشهد گفته. امروز 17 نوامبر 2019 استش و شرایط مشهد، حالا دو شب پیش خیلی تو شرایط بدی بود و چیزی که من میدیدم پر نیروی پلیس و امنیتی بود، ولی دیشب و حالا امروز تظاهرات سرکوب شده و به شدت نیروی پلیس حالا از تمام نهادها کمک گرفتن، چون مشخصه یعنی جبهه بنزینا هم نیروی انتظامی هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش و تمام چهارراه‌های اصلی، حالا بلوار سجاد، تمام چهارراهایی که فکر میکنم امکان داره جو متشنه، چه سربازای به صورت گروه ستایی هستن و یه حالتی هستش که حالت مثل حکومت نظامی هستش، یعنی از شمال و جنوب حالا سربازا رفت آمد میکنن و حالا با باتوم و اینجور چیزا و به شدت نیروی پلیس ریختن سرهنگا تو میدونه اصلی، میدون احمد آباد، میدون فلسطین و اکثر جا حضور دارن و به صورت رژه حرکت میکنن اکثر سربازا، گروه ستایی، چارتایی. سپاه پاسداران هم با حالا ونها یا ماشینای دیگه، وانت و اینا حرکت میکنه توی شهر و توی خیابونه اصلی هم مینیبوس یا اتوبوس های شهرداری، به صورت که معلوم نشه اینا مال پلیس هستش، یعنی حتی بعضی وقتا من اتوبوس های مسافری رو دیدم پارک میکنن که حالا مشخص معلوم هستش که پرده رو میکشن روی پنجره‌ها که دیده نشه توش و حالا معلوم نمیشه که چه اتفاقی توش میفته.
مهمانان برنامه ما علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی و همچنین دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی کماکان با ما هستند. آقای صلواتی، سالیان سال بود که بحث یارانه حامل‌های انرژی در ایران در دولت‌های مختلف، مجلس‌های مختلف بحث شده بود، اما کمتر دولتی جرأت اجرای اون رو داشت. به هر حال بحثیه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که انجام دادنش به هر حال دیر یا زود اجباری بود. نه، اجازه میخوام که مخالفت بکنم با این فرمایش شما. تقریبا هر 4 دولت اصلی بعد از جنگ ایران، جنگ ایران و عراق، به سمت واقعی کردن قیمت‌ها رفتن با روش‌های مختلف و اتفاقا ما جواب‌های بسیار مختلفی رو هم از این نوع تعدیل قیمت‌ها گرفتیم. در دولت آقای خاتمی که مدیران تکنوکرات و نزدیکتری به بازار بر قسمت اقتصادیش تکیه زدن، مثل مرحوم نوربخش و یا آقای ستاری‌فر در سازمان برنامه، 400% انرژی گرون شد. هیچ گونه اتفاق امنیتی خاص در این شرایطی که الان مواجه هستیم باهاش رو شاهد نبودیم. تورم هیچگاه معدلش از 13% رشد پیدا نکرد. ولی مسئله اینجاست که وقتی مجلس هفتم با مهندسی مجتبی خامنه ای سر کار اومدش، با ریاست آقای حداد عادل، به رهبری آقای توکلی، طرح پوپولیستی و طرح مردم فریبانه تثبیت قیمت ها رو بردن و اجازه ندادن که قیمت ها به صورت پلکانی به سمت آزاد شدن حرکت بکنه، اون فرصت از دست رفت. بعد در دولت آقای روحانی در سال 94 که با سقوط قیمت نفت، قیمت فوب خلیج فارس شده بود برای بنزین چیزی در حدود 1400 تومان و بنزین در ایران 1000 تومان بود، بسیار نزدیک شده بودیم برای آزادسازی قیمت. اونجا هم به توصیه رهبری قیمت آزاد نشد و اون فرصت، این و این دو فرصت طلایی از دست رفت. ببینید، من الان میتونم یک سری فرمول ها رو خدمت شما ارائه بدم و ثابت بکنم و نشون بدم که با افزایش 300% نرخ سوخت در بخش حمل و نقل که بیشترین تورم رو اونجا متحمل خواهد شد، بیشتر از 50% نمیتونه باشه. ولی خب مثلا ممکنه که آقای گلریز بگه که نه، این 50 کم نیست آقای صلواتی. بله، 50% هم کم نیست. ببینید، در بخش حمل و نقل دارم عرض میکنم، یعنی وقتی 300% اعمال بشه در بخش حمل و نقل که بالاترین هستش، در بخش حمل و نقل تأثیر داره بر بسیاری بخش های دیگه. نه، در بخش های دیگه دارم عرض میکنم که الان مثلا من یه سری فرمول میگم، شما همینطوری که الان میفرمایید بگید که این 50% در بخش های دیگه مثلا تأثیرش میشه 20%. من میگم که نمیشه، شما میگید میشه، ما میگیم اوکی. بدترین راه اثبات یک ادعا تجربه است. در دولت آقای خاتمی دارم عرض میکنم 400% افزایش داشتیم و بیشتر از 17% تورم نشد در کشور. در سال 80 ما 100% افزایش تورم داشتیم، افزایش نرخ سوخت داشتیم و تورم 11% بود. پس این نشون میده که اگر تصمیم دارای اون 3 باشه، یعنی هم کارشناسی بشه و هم مجری دارای اعتبار باشه در بین مردم، میتونیم با یک روش بسیار صحیح به این آزادسازی قیمت برسیم. ولی اون چی که این شترمرغی که الان 3 آدم رفتن برای 80 میلیون نفر تصمیم گرفتن، تمام ایرادات اون طرح رو داره و من فکر میکنم که هیچ امتیاز برجسته‌ای نداشته باشه غیر از اینکه یک بخشی از کسر بودجه کشور رو بتونه پوشش بده. کسر بودجه‌ای که دولت امکان و اجازه اینکه بره به سمت نهادهای تحت پوشش رهبری که مالیات نمیدن، بودجه های اضافی که مجبوره که به افراد و ارگان ها و سازمان ها بده، اجازه دخالت در اونها رو نداره. راحت ترین فقط 2 راه میمونه، یکی چاپ پول،
چاپ پول هستش که یک تورم خیلی بزرگ رو به سویه به همه وارد میکنه. روش دیگرش همین روش فساد برانگیز دو نرخی کردن نرخ سوخت و گران کردن آن به جای آزادسازی هستش که اونم تمام این عوارض رو داره. یعنی چای دیگه به این صورت که ما میبینیم نداریم برای اینکه دولت رو، مملکت رو، کشور رو با شعار مقاومت میکنیم به گوشه و کنج رینگ فرستادیم و تو اونجا ما تمام گزینه‌هامون محدود شده. و از بدشانسی دیگه هم اینه که یکی از پیمان شکن‌ترین، یکی از بی اخلاق ترین دولت‌های تاریخ معاصر آمریکا به رهبری دونالد ترامپ هم اونجا هستش که کوچکترین ارزشی به مسائل انسانی و مسائل اخلاقی و قواعد و قواعد بین المللی هم قائل نیست. آقای گلریز، به کدام سمت میره این اعتراضات در نهایت به نظر شما؟ ببینید، مردم ایران در بازپس گرفتن ایران از دست این حکومت و بازگردوندن ایران به دست ایرانیان، حاکمیت مردم ایران، تنها هستند. این واقعیتیه و این تنهایی ضعف مردم ایران نیست، این قدرت میسازه، این قدرت سازه. درک این واقعیت خیلی مهمه و من احساس میکنم که هر روز متوجه میشم که این آگاهی هرچی بیشتر میشه، اعتماد به نفس میاره، همدلی جمعی به وجود میاره. میدونید مسائل اجتماعی مسائل مکانیکی نیست، وقت میخواد، طول میکشه. 20 سال طول کشید تا اینکه مردم متوجه بشن، در اکثریت مردم، که از تو دل اصلاح طلبی چیزی بیرون نمیاد. و 40 سال طول کشید که متوجه بشن چه اشتباهی کردن در انقلاب 57، کنار گذاشتن شاه فقید، انقلاب کردن در صورتی که رژیم گذشته قابل اصلاح بود. آینده رو من در جزئیات خیلی خوبی که آقای صلواتی مطرح کردن در مورد مسائل اقتصادی، خیلی راه حل رو در این جزئیات و این جور توصیه ها نمیبینم. آینده رو در این آگاهی میبینم که ممکنه که این اعتراضات یه مقدار کمتر بشه در طول چند روز آینده. ممکنه که جمهوری اسلامی بتونه با سرکوب، با بستن اینترنت، یه مقدار این اعتراضات رو کم بکنه. ولی آتشی خواهد شد زیر خاکستری که در این خاکستر 80% ایران بعد از انقلاب به دنیا اومدن، مردم ایران، و ایران داره به سمتی میره که این سمت همراهی با دنیای آزاد، نه اینه که به سمت برگشتن به 1400 سال پیش، اون هم توسط فرقه‌ای به نام شیعیسم ولایت فقیه و با حاکمیت کسی مثل آقای خامنه‌ای. ببینید، برعکس آقای صلواتی، این تصمیم 3 نفر نبود، این تصمیم فقط آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی این امکان رو داره که برای 80 میلیون 88 میلیون ایرانی تصمیم بگیره. روی حساب مسئولیت اولش روی دوش آقای خامنه‌ایه و مردم اینو نمیخوان. میشه با جزئیات و با اینه که حالا دولت ترامپ خیلی بده یا غیر اخلاقیه یا اروپا خیلی میدونید کمک نکرد برای بحث اینستکس، سرمایه گذاری در ایران و غیره و زالک، میشه اینها رو مطرح کرد. ولی این مسکنه. مشکل ایران حکومت جمهوری اسلامیه و مردم به این آگاهی رسیدن. کسی خوشش میاد یا خوشش نمیاد به همون شکل پیش خواهد رفت و این اعتراضات آتش زیر خاکستری خواهد بود برای اینه که در آینده آگاهی بیشتر بشه و عمق پیدا بکنه. من در نهایت یه جمله دیگه بگم. دی 96 رو شما مقایسه بکنید، آگاهی مردم، نوع مبارزات، نوع اعتراضات با امروز، واکنش جمهوری اسلامی رو با امروز، آیا این به سمت بیشتر شدن یا به سمت کمتر شدن؟ اینجا به نظر من کلید پرسش شما نهفته است و این پرسش هم این هستش که آینده به چه شکلی؟ آینده به اون طرفی داره میره که از دی 96 شروع شده و امروز هم ما میبینیم و ممکنه بعد از چند روز کمتر بشه ولی ادامه خواهد داشت. و جمهوری اسلامی نمیتونه راه حلی بده برای حل مشکلات. جمهوری اسلامی بایستی کنارگیری بکنه، باید حقوق مردم رو پس بده و نیروهای نظامی هم به مردم بپیوندن به جای سرکوب مردم ایران. آقای صلواتی، شما هم اگر که میشه کوتاه لطف کنید، فکر میکنید که به کدام سمت میره این اعتراضات؟
ببینید اینا این فرمایشات آقای گلجیز که بحثای سیاسی هستش، من سررشته ای ندارم، اظهار نظر ترجیح میدم که حوزه تخصصی که دارم برای اون دعوت شدم داشته باشم. من خیلی اخلاقی نمیدونم فشار رو روی مردم آنچنان زیاد بکنیم که زیر پاشون داغ بشه و شروع بکنم به جنب و جوش. این روش اخلاقی نیست. من فکر میکنم که اگر ما برگردیم به سیاست‌های درست کارشناسی اقتصادی، اجازه بدیم که یک دولت داشته باشه کشور و یک حاکمیت داشته باشه و تصمیم‌های کارشناسی بتونن بگیرن راجع به اقتصاد، این درد لاعلاجی نیستش که نشه براش کاری کردش. بحث‌های سیاسی من میگم من بحث سیاسی ندارم، من بحث اقتصادی دارم میکنم. من مطمئن هستم که در صورتی که توی کشور اجازه بدم، برای اینکه من برای ادعای خودم از تجربه استفاده میکنم، من دارم میگم که الان اگه بحث حامل های انرژی رو داریم، این اولا یک فکت علمی هستش که قطعا و قطعا باید سوبسید انرژی قطع بشه. این اصلا هیچ صحبتی درش نیست، یعنی هیچ اقتصاددانی در هیچ جا در موردش حرف نمیزنه. و من دارم میگم که ما این کار رو انجام تونستیم بدیم، تیمای اقتصادی، مدیران اقتصادی کشور توانستن این کار رو انجام بدن، ولی در زمانی که دولت در سایه، دولت پنهان، حالا دولت با تفنگ اینقدر قوی شده که هیچ اجازه‌ای به رئیس جمهور نمیده، جمهوریت نظام و بدنه کارشناسی کاملا ازش منفک شده، این تصمیمات خلق و سائه که باعث میشه که خشم مردم رو بیشتر از پیش جریه دار بکنه و بر امواج مسائل سیاسی سوار بشه، یه چیز لاجرمی هستش. این اتفاقاتیه که در تمام دنیا میفته. شما وقتی مثلا در فرانسه 3% روی مالیات آوردن، دیدید چه اعتراضاتی شد، در یونان شد، در شیلی شد. اینا ببینید سیاست‌های تعدیل همیشه یک سری اعتراضات رو در بر داره. من دارم میگم من برای مسائل اقتصادی درد بی درمانی نمیبینم، فقط کافیه که به بدنه کارشناسی و مدیریتی بشه اعتماد کرد. آقای گلریز لطفا در 30 ثانیه پاسخ نهاییتون رو بدید. در چه ارتباطی خانم رحیم‌پور؟ آقای صلواتی انتقادی داشتند در رابطه با یکی از گفتگوها. ایشون مطرح میکنن که من نگاهم کارشناسی، یعنی ایشون نگاهشون کارشناسیه که من شکی ندارم، ولی خب از نظر اخلاقی صحبت میکنن. اخلاقم برمیگرده به فلسفه. روی حساب اگر از نظر اخلاقی بخوایم به داستان نگاه بکنیم، ببین قضیه خیلی مشخصه. من حالا لزومی نداره با آقای صلواتی عزیز واکنش نشون بدم. قضیه خیلی مشخص خانم رحیم‌پور، آیا با جمهوری اسلامی میشه راه حلی پیدا کرد برای مشکلات مردم؟ من فکر نمیکنم و تصور میکنم مردم ایرانم به این نتیجه نرسیدن. متشکرم از هر دوی شما، علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی از لندن و دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنون از هر دوی شما.